سلام یاد خدای مهربان درود سلام خدمت شما تک تک شما زیدن خدا خدا که جور و سرحال باشید و بازم خوش آمدید به یکی از برنامه های دیگه ما که امشب شب برات هست و آرزو دارم به همتان که هر شب هایتان برات و هر روزتان عید باشه. سلام یاد خدای بزرگ و توانا، سلام به همه گیتان، خدا کنه که خوب باشین، صحتمند باشین، خوش آمدین به برنامه ما و انشالله که یک شب خوب و خوش را داشته باشید، بخاطر که معلوماتی که همه گی ما داریم کم کم هم رویتا شریک می سازیم، بدون شک که خودتانم خوب معلومات دارید، ولی خداوند در این شب مبارک دعای همه گی ما را قبول بکنه. به نام خداوند مهربان، سلام دوستای عزیز، خدا کنه که جور و صحت و سلامت باشین و همراه فامیلایتان شبتان برات و روزتان عید باشه. به نام خداوند بزرگ تهنا، سلام دوستای عزیز، خدا کنه جور و صحت سرحال باشین و جمع که هستین خدا کنه خوشکندی نکنیم. عباس؟ عباس خب دوستان سلام به خدمت شما تقدیم میکنم، خدا کنه جور صحت سلامت باشین، خوش آمدین به برنامه دیگه ما، امید است که تاخیر برنامه بیننده باشین. سلام متیا بچی، نه کلا هستی تو بسیار گفتنی کوتاه بود والا دیگه شب شب شما دیگه شب برات از یک نفر نمیاد، نه از خانم ها زیاد است. خب والا اگر بس بنتی هاشم زیاد میباشد، شما از خودش دیگه میزبانی کن، زیاد وقت نگیرم. همیگی که در فامیل خود خوش باشیم و همگی روزتان خوش جور و صحتمند باشن و اینمی هر چیز است در این شرایط که همه قدر هستیم خانه ما با باش من اجازه سلام میکنم. سلام بنام یاد خدای مهربان، سلام دوست عزیز، امیدوارم خوبی جور صحتمند باشین و تفر برنامه شیر تا می گفتی ایریا سلام رو نکنی خودت. بنام آن که خلقت را بنا کرد، محمد را سرور کائنات کرد. درود سلام تقدیم بیننده عزیز و فیضیت هستم، خدا تو نفو به جور ستمن باشم. عباستم که این دفعه بینید دل ممیدیم دیگه همه گی ما آمادگی داریم، امشب شب برات است که امروز روزم روزه گرفته بودیم، خدا من به درگاه خود قبول بکنم. خب همه گی درباره شب برات گفتن که معلومات داریم و میفهمیم که باید صحبت بکنیم، بدون شک من فکر میکنم هر مسلمان آگاهی کامل دارد از شبایی مثل شب قدر، شب برات دیگه، و یگانه چیزی که با کلگی جدا از مسئله دینی و اسلامیش تهیه میکنن در خانه خود و تجدیل میکنن همی است که مادرم برم از صبح گفت که سبزی پخته میکنن دیگه، برنج پخته میکنن، این چیزایی گپای است که فامیلا میکنن، ولی ثواب و فضیلتش بسیار زیاد است، هر کسایی بتانند که توانایش داشته باشن روزه بگیرن و سه شب است صدا مشربانه بیم تو مرا کمک کن که دو دو رکعت نماز نفل بخونن، ای که بخاطر کدام شرایطی این که باز خودت از مکه در خوبتر بکن میشه شده که میخوانن نماز خوبتر باز و سجد چشدن و حساب دو رکعت نماز اگه خواندم باز یک صورت رحمه شریف و یاسین شریف ختم کنه، باز دعا کنه با خاطر سلامتی ایمان خود، باز دو رکعت نفل بخوانن، باز خلاص کنن نفل، باز یاسین شریف ختم کنن، باز دعا کنن با خاطر رزق دعا کنن، باز پس دو رکعت نماز دیگر نیت میکنن میخوانن، باز با یاسین شریف ختم میکنن، باز با خیر رزق دیگر همون مشکلات زندگی و روزگار هر چیزی با دعا کنن خدا هم میره باز آمین بشه. یعنی در اصل باید 6 رکعت نماز نفل خوانده شود که 2 رکعت جدا جدا سه دفعه هم باز هم بدون شک خلاص کردم با درود شریف بدون شک که هر کدام ما ضرورت به این داریم که مثلا بسیار آرزوها شاید بدون داشته باشیم و همیشه به دعای خود بدون از اینکه ترس و حراس داشته باشیم کلگی ما دعا میکنیم که خداوند قبول بکنه. و هم آرزوی ازیره دارم که هر کدامتان از دعاهای نیکتان، دوستایتان، هموطنانتان هیچ وقت فراموش نکنید، در چنین وقتایی که دعا قبول میشد همین که دعا بکنین، اول قسمی که پدرم گفت به صحت و سلامتی و ایمان خود ما و بعدش هم میتونیم برای دوستا و نزدیکای ما دعا بکنیم که خداوند قبول بکند و همی که قرار نعمت های بزرگی که برادرم دادن یگان دفعه که سر میکوری بسیار
میفهمی که یعنی یک نعمت بزرگ است، ولی ما تا به حال ندرسیم. مثل ازی که یک وقت مریض میشیم قدر صحتمندی ما را میفهمیم، و مثل ازی بسیار گپای دیگر. یا یکان دفعه روزگار چقدر پستی و بلندی های خدا میداشته باشه، میبینی که دیروز چی بود و امروز چی شد، باز درک میکنی که چقدر خداوند کمکت کرده. من همیشه وقتی که نماز میخوانم اولین کاری که میکنم بعد از نمازی است که نماز شکرانه را ادا میکنم، باز برش نفله میکنم. دگنال هر کس باز شاید فرق بکنم. همیشه وقت شکر الحمدلله که مسلمان هستیم و خدا تمام تکیگاه ما در بار پروردگار است. خداوند از دربار خود ما شما را نامید نسازد و همه که محتاج درگاه از اوست، اگر مشکلات سر ما بیاد، اگر سادی باشه یا مریضی باشد یا هر کاری که باشد، ما با درگاه از اوست بسی خود بارا نکنیم شما را نامید نمیشیم. و میفهمیم ما در که باز اینه میشه شاید تنها در افغانستان قسم رسم رواج باشه که باز پنامدادداران براتی میبرند و خودشان هم که مثلا نامدادار میباشند تجربه میبرند. امی گپ هست و یک گپ دیگر که ما وقتی که امی یک جای بودیم سنن خورد بودیم کاکاو های میبیم و یک خدا مغفرت کنه بی بی ما یک جایی بودیم، باز در شب برات یکی به خانه دیگه غذا روان میکردن، زیادتر ماست روان میکردن و ماست و نمیفهم نان جواری دیگه. از حال کمرنگ شدم مگم او وقت بسیار زیاد شب برات خوب تجلیل میکردن. این دیگه از رسم رواجا بود؟ این از رسم رواجاست امی که فامیلا خوش باشن این کار میکنن، به خاطر که میگن شبتان برات و روزتان عید باشه، اینمی هدف، یعنی شب برات شب خوشی است که با دوستای خود وزی تنکتای نماز تنکتای باز یک دور کار نفر بخانیم برای روشتر ایتون بودی دار دور کنیم برای خدا میرونیم خداوند هر مراد و مقصد را که داریم انشاءالله برای آمده نشن و خیر اگه بتانیم دروز است یا سی روز است که پیتر پیت روزه بگیم خواهد پانوز تیره ایچ یک وقت نشده کارزو یادم برای آورده نشن یا ما هم تو فکر میکنم نه بری آزو تمیشن دوی دیرتر با روزوی برسیم سکتی شما مشکلات اگر وقتم شاید انسان به خیر خود نمیخوام بگنه وقتم شاید میشه وقت به هر چیزی دان خیر بگیم آمین که خیر باشد یک روز از خوب به سیرکاتش شروع کنم میکنم چی میکنم در شب برد؟ رواج دیگه رواج من سابق رواج دیگه برای فیلم کمرنگ است یک باش ولی خینه او یک خیلی کردن مثلا یک خوشی انسان نشان میتنه که چقدر خوش میباشی و این گفا دیگه نان روان کردن یکی از چیزای است که اولش حقوق همسایت پرز از سر روانی اگه دستش فکر کنی باید میگه هیچ کس بی خبر از همسایش نباشه که اگر شب همسایت گشنه خواب شد گناهگارم میشی دیگه اینمی هم فکر کنیم که چقدر رب داشته بگه ما یکان دفعه همراه همسایه داشتیش داریم ولی یکان دفعه بخاطر گناه زیاد میماندار میباشن و ما هم مصروف ثبت برنامه میباشیم خداوند ببخشه و فرزیاد برش رسیدگی کرده نمیتونیم ولی از چوکیدار بلاک باز یا میگه در جمله همسایه حساب میکنیم همیشه با خبر هستیم در دوران حضرت عمر اطلاعه میگه وقتی که خلیفه مسلمان شد از طرف شو که میشد بعد از نماز خفتن صحابه کرام میگفتن که باز از مسجد ببرم از دیگه یا پروردگار در دوران خلافت ما دور از ریتان کدام سگ گشنه نماند در پلی کو یا در دشت که پروردگار از ما خواستان میگه یک وقت شده که در پشت یک خانه رفتم کدام خانه میره دیدم که اولادان گریان میکنه که با من نام بکنه این باز در زیرم و دیگه آتش در دارم میرسه بر اولاد هم میگه باش بچی نه ایدخه باش ایدخه باش یارم تمیشه یک وقت شد که این پسار خواب بود این که پسار خواب بود یه دراده سعی میکرد یا خواب بود میخواست که هم آتش خاموش کنه و خودشان برای سرات کنه دراده میزنم میبارد وقتی که دراده میزنه یه خانه مثلا تو چرا این کار کدی کرد اولاده گفتی یا امیر المومنین گفت در خانه من هیچ چیز درک ندارد به خاطر ازی که اولاده من امید نشد ما مواتش زیر او مانده بودم
که تا ای جوش بخوره و آرام های دیره کم بازدارم در خانه ما چیزی نرخوره. بعد از حضرت ورد تنخوی را برد از حساب از مزخره خود دولت از بودجی باید المال بگیم از اونا باز برزی ماهانه بیدن ازی که برشان کمک کرده ماهانه برزی ها چیز دارم عقد دارم به حساب از این بندون و عقصی کردم دوام بگم منظور سر عزیز که اون بخورا کنه که دین دیم ولی باید هر همسای پر از همسای خوبا خبر باشه خبر باشه هم گفت از که میگن که من حق خدا می باشه ولی حق قبلی که برای چه فرق ما را بگم ما باز مثلا از همین دوستای ما که نامزاد دار هستن همین روزا براتی هم ما را خواسته که براتی میبریم ما پیش از پیش به براتی بردن چی تصمیم داریم مثلا چی بگیری چی نگی به واروس ما هم چیزی بگیریم برای ایش نگیریم همیشه ما را خواستم ما شما را فامیلی خواسته حتما به خیر براتی برشان میبریم ببینیم که یک همه تمرشان کمک هم شود یک جور لباس من میگیرم و دیگه شما باز بازار دیدن و هر چی بگیرم خب ما باز مثلا به کسی که برای چی میبرن برای رزی که لباس میبرن و بیستی چیزا میبرن نانم بردن شب برات برش نان روان میکنن از خانه خسر خیلش باز چی روان میکنن؟ هر چیزی که واسش باشه بکنم میشه خواست نگذارم خواستش ای از که ماست حتما روان میکنن مثلا یک دیگه که ماست سربستر، برین، سبزی یعنی هر چی که واسه مثلا من از خاطر پرسان کردم نو که مثلا در نوروزی وقتی که میبرن بسنام که میبرن بسنام بسنام این هیو کدوم وقت از نو که مثلا گوره میبرن رواش میبرن بحاری چه قرص رواش داشته افغانستان این قرص رواش داره که بیچاره همون نوزاد داره یار دادم میگم هر چی بود 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 خب دوستا تا که کم کم همه چیزا آماده میشن به یک کت میگیریم دوباره هست کم کم کارای من پیش را من سبزی را پخته کردم زینت جانم برنج پخته میکنه دیگه دیبا دست اسرار را خینه میکنه کلگی گشنه شده منتظر نان هستی از خینه کردن کردم نان اگذارم تو دفتر بوچه را که جگر خون هستی نه خیر بگو ما بفاهمیم نه من جگر خون نیستم تو شماستم چند نفر آوال دادی از جگر خونید زینت از زینت چند نفر مسیر کردی از جگر خونید هیچ گریان نکو دختر هیچ گپ صد درصدی نمی باشد نکو گریان میخند نداره اون تو نداره گریان پس آفرین قوی باشه هیچ وقت گریان نکو میخوام دل جمع باشه هر جایی که فاطمه معنی می که ما هستیم در جمع هستیم مثل امروز وری همه ما یک جایی هستیم سعی دیبا چی تو لبخند میزنن؟ خندان نگه لبخند مخصوص مادر یا همه امروز قرید گرام بودم اعتماد به نفس دیبا بسیار خوب باشه گریا جان تو چی نظر داری در این باره؟ در این باره بسیار یک کار نیک است خوب است در خیرتان باشه تو گریا خدا میره ما کل ما جگر خون میشه سعی شب خوشی هیچ نامتان گریا نکنید همتان خوش باشه دلیل گریه زینت اومی است که میگه خدای نخواسته از این جمع کسی کم نشه، نرم، کسی دور نشه،
هیچ کس ما ما از دوری بسیار میترسم، ما از جدایی بسیار میترسم. همیشه از دوری کسایی که میترسی بزرگتر میشه. هیچ وقت هیچ کس دور نمیشه، گریان نکنیم. سارا بخیر، شما نمیخوام که چی میشه چی نمیشه و این داره هیچ کس گفتن نمیکنه. تو گریان میکنی کلک جگر پند میشه. اگر شما بدلتان پاک باشین و خدایتان رجوع کنین ان شاء الله هر مشکل هر از شما پاک باشه. دوستان شما به نظرم زیاد کدوم مشکل کلان داره، شما برش دعا کنین، ما خود دعا میکنیم که بخیر حل شه. نه چون پیشتر دمیجا ما گفتیم که شاید ما و مادرم بریم به یک جای سفر، زینت گریان میکنه با او خاطر دیگر برای کلگی گم نمانه، شاید تو هم باشی ببینیم که در خانه چی تصمیم میگیریم. تو ده پیزر دیگر زینت با او خاطر گریان میکنه، ولی من هر جایی که باشم با همه گی هستم، اگر تصویر باشه یا تصویر نباشه دیگر هر رفتن 100% دور شدن نیست. من از ابتدا گفتم که زینت و دیبا دخترای من هستن، حتی فرقشان با اسنا و سنام ای است که واس خانه بیرون هستن آرسی کردن، شما دخترای مجرد من هستین. مثل اسرا انمی فاطمهشان امشان ما و شما یک فامیل هستین. اگر در هر مسیر باشیم یک جایی می باشیم، هیچ تشویش نکنین، هیچ وقت چیزی که از دست هر کدام ما بیاد دریغ نمیکنیم. خدا یعنی از گفت زنی دیم آدم میشه که به خدا اگر رفتیم یکتانه ببرم هیچ کس نمیرم. اگر مثلا موضوع رفتن دی باشه است که شاید یک مشکل داشته باشیم، یک مریضی باشد یا بخاطر بعض مشکلات شخصی که می باشه آدم میره، شاید بعض وقتا آدم گفایی که در دلش هست تا به مقصدش نرسه درست گفته نتانم دیگه، از او خاطر باز در جمع کل فامیل کس هیچ کس نمیخواه کس فامیلش دور شود، ولی بعض وقتا مشکلای کلان کنم بر میخوره ناگزیر از بی که دیگه چیزی که روزگار تصمیم میگیره آدم تسلیم شد. زینت گریان کنه باز هیچ کس دیگه خوش نمی باشه، آفرین هیچ وقت گریان نکنه. هر چه رفت زینت هم باید خندک بکنه دلیل یاز بکنه، یک خندک بکنه دلیل یاز بکنه، یک خندک بکنه. از همون خنده بکنید؟ از همون خنده خوب تو که دیگه ایلیاز جوان از همون خنده که چی میکنه؟ گفته یه باز از اون قدلت خنده کن، از اون قدلت خنده کن که ما گفته مادرم چی شوی؟ شاشار شوی چورتی شد زینت گریان کرد، مادرم هم در چورت رفت. تو مادرش کنی گریان نکنی، هر وقت تو گریان کنی مرم ضعیف میکنی. هیچ گفت نمی باشم مادرم گریان میکنه، من خب هیچ وقت نمیخوام که مادرم گریان کنه، اگر تو گریان کنی دیگه مام ضعیف میشه. نمیکنم من گریان گپ سنا که یادم میاد، من هیچ گریان گپ سنا یادم نیست. سنا میگفت که هیچ وقت به خاطر رفتن کس گریان نکن، که گریان های مادر آدم مانع رفتن میشه. خواهی نمی کنی گریان از خاطر زینت گریان گریان نخنده. خدا سا بخشش باشه که من پیشتر یکم چی میگن احساساتی شدم، باز اینا رو باز بعضی از دوستان آشنا میکنه که اینا به خاطر نرفتن خوب گریان میکنه، در حالی که وقتی که عزیزای تا دوست داشته باشی برات عزیز باشن، وقتی که رفتنش برمی سخت میباشه، اگر یک سی موبد هم باشه یا یک هفته بعد هم باشه، خب باز هم که خبر شوی دیگه بر جگر خون کننده میباشه. خدا کنه که شما خداوند خوشی هایت زیاد داشته باشه و هیچ وقت دوری نزدیک هایت احساس نکنی، به خاطر که
از کل گپ کرده اینمی مشکل است که آدم تصمیمش تغییر میده و میخاطر میده. بله، همیشه وقتی که عزیزای برد عزیز بودم و نزدیک بودم به من خوب یادتر باز بیره از دارم از پیشم رفته و حالا هم بگر عزیزای تصمیم رفته؟ کجا رفته؟ کار پیش دور شدن یا ماجر شدن همیشه ما یک گفه در برنامه میگم مثلا میگم امروزی که هستیم شاید فردا از میجم کم شویم یا بس فردا فرصت زندگی کردن و یک جای بودن برادم ها بسیار کم است یک از اون خاطر من همیشه میگم خوش باشین و هیچ وقت یکان دفعه جر و بس گفتگو هم که میبینیم همون گفه راستی از بعض وقتا من در فیسبوک این چیزا میکنم میگفتن از آخرین خدافیزی خود هیچ کس خبر نمی باشه و این گفت راست بوده روی اصول چون رو نان ما تیار است اگه شما میین میمان ما میشین خوش میشین سبزیش بسیار زد از اون روزم تلای هم مزه داره نه دیگه پدر جان شور است چرا شور باشه سبزیش هم بسیار خوب شده چطور یعنوان وقت برینجا که کم بودتایم یعنوان وقت شرش بوریم یه همون دیگه هم مانده اگر سینه احساسات بود نفهمی چند پیاله تر کنه نه دیگه همون زیاد هست یا کم عباس؟ زیاد هست برکت شده خیلی شد شو برکت هست دیبا وقت خینام کرد دیبا که من همشان شد برکت کنیم دور از دل شما دوستان جای شما هم خالی انشالله بخیر از شما هم شب براتتان بخیر بگذره و هر شبتان شب برات باشه بخیر به تمام به همه وطندارای خود به همه مسافرای خود به همه عزیزای خود امی آرزو رو دارم که روزشان اید و شبشان برات باشه چطور از برنج ما خوبش از بسیار زیاد مزه دارم ما خوردم بسیار مزه دارم دیبا امروز دیک کرد نمک نداره نمک سبزیشون زیاده مزه داره است خوب است خوب برنج نرم است ای برنج شما اگر این نظر حد دباری برنج خوفن دیبا میگن نه واقعا مزه داره است دستش درد نکنه بسیار مزه داره شما خوبتر کنه انشالله بخیر دیگه داشت پاس خانه زیادتر رفت آمد بکنه و آمد تو دیگاه من زیادتر رفت آمد کنه انشالله بخیر کلاگ یک سم آرام هست فضای فامیل آمد شد خوب و بسیار خوشی آغاز کرده بودیم بخشش باشه دیگه از خطر من همه میتونم خفه شدیم خیلی خدا انترا خوش داشته باشه خوشی های دنیا رو نصیب امیتان کنه امیتان خوش آرام باشه خوستن دخترها و خانم ها بلایدهای بیچاره چی بس اول یعنی اول در جمع کنه گیره گفتم خوال باز خانم ها و دخترها وقتی که بسیار جنجال و همی شما بودیم که می این از دوران نمی کاستر شما پیش میشتین مردا پرسن آه بیش اجازه کاستر رفتن نداریم بیا خیر باشد مقصد توصیه ما ایست که بخیر نان نخوردین دعا کن نمازتان رو بخوانن یک جمع رقاد دعای کنگی ما بخیرم شما انشاءالله خیرم شما هم دوست دارم خبر همونه هر آرزوی که دارن انشاءالله
شما هم دوستان اگر امشب شب برات است، وقتی که نماز خواندید ما را هم از دعایتان فراموش نکنید، ما را هم دعا بکنید. عباس از یتر دعا کنید به خاطر شوخیش. من جوان نامرادم. خدا نکنه بسم الله نامراد نباشی. خداوند عباس هم به مراد دلش بلست. آمین. در جمله دوانا. آمین که زیاد آزار می دادی همی دعا کرد. دختر آمد تو می روان می باشه یا خوارایش هست، هیچ وقت خوارا برای بیادرش خدای نخواسته ناراحتی رو نمی خواهد. همیشه برشان دعا میکنه. باز برادراتون شاید باشه در دلشان باشه اما در رویات نشان داده نمی دانه. دعا کنیدون برخواه. کلیتون قسم اگر بخواه نان خورداره. دو سه وقت برنامه ما دیگه تمام است. همه گیتان را بخدای دکتا منت میگذارم. شب روزتان بخیر. انشاءالله بخیر زود زود با یک برنامه جدید دیگه فرمی کردیم. تشکر میکنم دوستا که تا ایدم بیننده ما بودین. امتانه بخواهند یک تا میروان مسپارم. شب روزتان خوش. به زندگیتان چانسای خوب داشته باشیم. خدا نگهدار. خدا نگهدار.